درود به همه شما دنبال کنندگان چنل مجنون. امین مجنون دوباره اینجاست در خدمت شما با یه ویدیوی دیگه، با یه موضوع جدید دیگه. موضوع ویدیومون همونطور که شاید از روی تامنیل دیده بوده باشید، هفت گناهی که توی دین مسیحیت ذکر شده. اول یکم در مورد گناه صحبت کنیم. به نظر شخصی خود من گناه یعنی سیاهی، یعنی تباهی، یعنی بار منفی که بعد از انجام دادن یه کار خبیثانه و زشت و غیر انسانی، سرشت انسان و ذات انسان رو کدر و سیاه میکنه. به سیاهی هایی که این دنیا رو گرفته میگن گناه. وقتی حرف گناه وسط میاد، من ناخودآگاه یاد پنهانکاری آدما میفتم، یاد بعضی از سکانس های فیلم های پلیسی که مثلا دنبال یه قاتل میگردن، قاتل لابلای آدما به راحتی داره زندگیشو میکنه، تا لحظه آخر فیلم به 50 نفر شک میکنی، آخرام نمیتونی حدس بزنی کدومه تا 10 دقیقه آخر فیلم، فکر میکنی این قاتله اون قاتله، بعد آخرش میبینی اونی که از همه بهتر نقابشو زده اون قاتله. شنیدن کلمه گناه منو یاد این پنهانکاری ها میندازه. گناه یعنی اون بار منفی که بعد از انجام دادن یه کار غیر انسانی وجودتو فرا میگیره و تو مجبوری لبخند بزنی تا خودتو آدم خوبی جلوه بدی. گناه وقتیه که اگر بیاد توی وجود من، تا زمانی که اقرارش نکنم به انجام دادنش خلاص نمیشم، آزاد نمیشم و گلوی منو میگیره. به طور کلی گناه میتونه اشکال مختلفی داشته باشه، ولی امروز توی این ویدیو ما میخواییم هفت گناه از دیدگاه مسیحیت رو بررسی بکنیم. سابسکرایب، لایک، کامنت ساده ترین راه حمایت از منه، لطفا انجامش بدید تا بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. هفت گناه کبیره یا هفت گناه مهلک. این هفت گناه در الهیات کاتولیک گناهانی هستند که ارتکاب اونها منجر به دوزخ میشه، به جهنم میشه. یعنی کسی که این گناه ها رو انجام بده سر از جهنم در میاره. حالا جهنم چه تعریفی در دین مسیحیت داره، به اونم میپردازیم. در آغاز عصر مسیحیت یک راهب یونانی به نام اواگریو دو پونتو فهرستی از هفت گناه کبیره رو ارائه داد تا تمایلات منفی اصلی انسان رو تعریف کنه. دو پونتو گفت هر انسانی که مرتکب این هفت گناه بشه، مجازات جهنم در انتظارشه. طبق مقاله‌ای که آقای افشین لطیف‌زاده محقق منتشر کردن، اونم بعد از کلی تحقیقات فراوان، جهنم مسیحیان از چهار جهت و چهار زاویه دید، از چهار دیدگاه تعریف شده. 1. جهنم به مثابه عذاب جاودانی. این قدیمی‌ترین نظریه پیرامون جهنمه و مهمترین مروج این دیدگاه به جهنم شخصی بود به اسم والورد. آقای والورد معتقد بود جهنم رو باید به صورت تحت و لفظی معنی کرد، یعنی باید کتاب رو بخونی، خط به خط ترجمه کنی، لفظ به لفظ ترجمه کنی و چیزی که نوشته رو ترجمه کنی و بگی اوکی این یعنی جهنم. که توی کتاب نوشته جهنم مکان عذاب ابدی گناهکارانه، خیلی صریح و رک نوشته. توی اسلام هم نوشته، در واقع توی قرآن هم این رو نوشته که ما الان با قرآن کاری نداریم، نوشته ستونهای آتش و فلان، کاری نداریم الان، فعلا بحث قرآن نیست، بحث مسیحیته. جهنم مکان عذاب ابدی گناهکارانه. طبق کتاب مقدس گناه انسان یه تأثیر جاودانه داره و بر این اساس مجازات گناه انسان هم جاودانه است، بی پایانه. اینجاشو اجازه بدید از رو بخونم. بنا به نظر آقای والورد، تمام کسانی که به خدا پشت کرده اند، مکاشفه محبت او در عیسی مسیح را سرسختانه رد می کنند. گناهکاران در آتش ابدی جهنم عذاب خواهند کشید. آقای والورد و پیروانش هم برای حرفاشون سند دارن. سندش هم کتاب مقدسه. اصلا بر اساس اون کتاب بوده که حرفاشون رو زدن، ادعاشون رو نوشتن، ثبت کردن. منبع گفتهاشون هم که همون کتاب مقدس باشه در دیسکریپشن میذارم، اگر خواستید تشریف ببرید و ببینید. 2. درک استعاره ای از جهنم. مروجان این نظریه مارتین لوتر که من به شخصه بهش علاقه دارم، جان کالون و جی بکر بودن. این سه شخص جهنم رو اینجوری معنا کردن. جهنم یعنی دوری انسان از خدای خودش. در واقع اونا اینجوری معنی کردن که چه چیزی بدتر از اینی که خالق و مخلوق از هم دور بشن
و این سخت‌ترین و دردناک‌ترین مجازاتیه که برای یک گناهکار در نظر گرفته میشه، زمانیه که خدا به او پشت کنه، خدا او رو رها کنه. این ستان معتقد بودن که عذاب، درد فیزیکی و درد جسمانی که توی کتاب مقدس به اون اشاره شده، استعاره از یک درد روحی و فکری و هویتیه. هویت درد میگیری انگار. اونا گفتن خدا تو کتاب مقدس اینجوری گفته تا مردم متوجه میزان سختی که بعد از ارتکاب گناه در انتظارشونه بشن و بدترین عذاب دوری از خداست. اصلا من تصمیم گرفتم یه کاری بکنم، لینک مقاله آقای لطیف زاده رو توی دیسکریپشن میذارم، اگه خواستید تشریف ببرید کاملش رو مطالعه بفرمایید تا 100% مفهوم این 4 تا مفهوم رو متوجه بشید. 3. نگرش کلیسای کاتولیک روم. از نظر کلیسای کاتولیک روم، دو مفهوم جهنم و برزخ در هم تنیده شدن. این نظریه میگه که آدم ها بعد از مردن که رفتن اون دنیا، گناهکارا جدا میشن. خداوند یک فرصت دیگه به گناهکارا میده که دوباره برگردن تو مسیر خدا. این بار با این تفاوت که خدا خودشون نشون داده، علم به وجود خدا دارن، حقیقت بر همگان آشکار شده. یه فرصت دیگه به گناهکاران داده میشه، اونایی که تو مسیر خدا باشن عذابشون رفته رفته کمتر میشن و بر میگردن به زندگی. اما اونایی که مجددن پشت میکنن به خدا و راه غیر از خدا رو پیشه میگیرند، یک مرحله از برزخ رد میشن و وارد دوزخ میشن. این نگرش بر این اعتقاد استواره که شکاف اخلاقی بین انسان گناهکار و خداوند بسیار وسیعه، که اکثر انسان‌ها پس از مرگ هنوز آمادگی رویارویی با خدای خودشونو ندارن. به خاطر همین به زمان احتیاج دارن تا پاک بشن. پس شد گناهکارا میرن برزخ، بهشون فرصت داده میشه، اگر از این فرصتشون هم استفاده نکنن دچار عذاب جاودانه میشن. 4. جهنم به مثابه نابودی یکباره و نه عذاب ابدی. شخصی به نام کارل پیناک معتقد است که آتش در کلام خدا اغلب کاربردی نابود کننده دارد، نه عذاب دهنده. انسانی که تصمیم میگیرد با خدا بیگانه باشد، در واقع حکم نابودی خود را امضا میکند. من یکی همینجا اعلام میکنم، حاضرم گناهکار باشم و بعدش نابود باشم، بعدش دیگه نباشم، بعدش بین شما نباشم، بین آدم ها نباشم، تو این دنیا نباشم، تو اون دنیا هم نباشم، انگار از اول نبودم. من این دنیا رو دوست ندارم، این دنیا خیلی زشته، از خودم تعریف نمی کنم و من شاید زیبا نباشم اما زشت نیستم. به خاطر همینه که دوست ندارم توی این دنیا باشم. توی ویدیوهای آینده خیلی در این مورد قرار حرف بزنم، قرار حسابی توی این بحث خدا و بودن و نبودن و بهشت و جهنم و گناه و ثواب و در مورد همه اینا میخوام باهاتون حرف بزنم، حرفای دلمو میخوام بزنم. من یکی حاضرم حتی عذاب بکشم و بعد نابود بشم و نباشم. واقعا خیلی برام عجیبه که چجوری آدم و دو دست این دنیا رو چسبیدن. چی داره این دنیا؟ همش عذابه. هر موقع که بیاد یه فرشته یه مرگی چیزی بیاد بگه آماده ای بریم، من همون موقع بهش میگم که مرگو خود ببر. این دنیا رو دو دستی تقدیم میکنم به هر کسی که دوستش داره، به هر کسی که لیاقتشو داره. من حتی حاضرم نباشم. آها، راستی یه بار دیگه هم میگم، توی دیسکریپشن لینک این مقاله رو میذارم، هر کسی خواست تشریف ببره و بخونتش. این بود این 4 تا دیدگاهی که مسیحیان به جهنم دارن. اصلا مهم نیست که کدومشون درسته یا غلطه، این مهمه که مسیحی‌ها به جهنم اعتقاد دارن و معتقدن اگر 7 گناه رو انجام بدی میری توی جهنم. حالا این 7 گناه چیه؟ شهوت به معنی خواستن، رغبت، اشتیاق. اینجاست که در گناه اول من اولین مشکلم را با خدای ادیان ابراهیمی پیدا میکنم، اولین مشکل پدیدار میشه. شهوت غیر عادیه، دست خدا آدم نیست. اگه اینجوریه و خدایی هم هست، خدایی که ادیان میگه هست، تو که میدونی این هست تو وجود ما، چرا گذاشتیش؟ بعد چرا گذاشتیش و گفتی ازش استفاده نکن؟ یه جای کار اینجا میلنگه. اگه اینجوریه پس یا گناه نداره و ادیان دارن چرت و پرت میگن، و یا اگه واقعا گناه داره و این حرفا حقیقت داره، در این صورت خدایی که سادیسم داره،
وگرنه این شهوتی که توی وجوده کاملا غیر عادیه، هیچ کنترلی بر به وجود اومدنش و از بین رفتنش وجود نداره که تو بیای کنترل کنی اونو، بگی که نه من نمیخوام هورمونام ترشح بشه. اصلا نمیشه همچین چیزی. پسرها خوب میدونن بعضی وقتا اصلا ما آقایون تو خواب دوچار یه سری تغییراتی میشیم، به شق القمر میکنیم تو خواب، اونجایی که بدن داره آلارم میزنه، داره هشدار میده پر شدی، داری میتری که باید خالی شی. این رو ورده ازش به عنوان گناه نام برده، خیلی نامردیه. از سطر اول مشکل من با این خدا شروع شد. حالا یه سری هم میان که دین گفته اگر ازدواج کنی اشکال نداره، باید اون شهوتت رو میتونی بهش غلبه کنی یا رفع نیازش بکنی. اسلام که گفته 4 تا زن بگیر، نمیدونم برده جنسی داشته باش، واقعا گفته برده جنسی داشته باش، گفته با کنیزات بخواب. کنیز یعنی چی؟ یعنی برده زن دیگه. اصلا مسلمان در این بحث جایی نداره. اما خود مسیحیان گفتن که این گناهه، اگه متأهل بمونی و این حاجتت رو رفع کنی، این نیازت رو رفع بکنی، گناهی مرتکب نشدی. حالا من یه سوالی دارم، با این وضعیت اقتصادی که توی ایران، کی میتونه ازدواج کنه؟ اصلا کدوم سازمان، کدوم فلسفه میاد جلو و ثابت میکنه که ازدواج کار درستی؟ اصلا کی گفته باید ازدواج کنی؟ کی گفته که انسان باید ازدواج کنه؟ اصلا ذات انسان، ذات اکثر انسان ها تنوع طلبه. چجوری ما بیایم با یه نفر ازدواج کنیم و تا آخر عمر با همون باشیم؟ اصلا گیریم اوکی، تنوع طلبم نیستی و باید ازدواج بکنی، پولش هم داری، چه تضمینی با زن تفاهم داشته باشی؟ هر 7 سال سلولای تمام بدن انسان، تمام سلولای بدن انسان عوض میشه، میمیره، به جاش یه عالمه سلول دیگه متولد میشه. بعد تو میگی انسان ها عوض نشن؟ اخلاقشون عوض نشه؟ عقایدشون عوض نشه؟ 100% عوض میشه. کدوم یکی از شما همون آدم 7 سال پیشین؟ کدوم یکیتون؟ اگه اینجورید واقعا براتون متاسفم، هیچ پیشرفتی نکردید اگر آدم 7 سال پیشید. به خاطر همینه که اصلا ازدواج همینطوریش ریسکه، خیلی هم ریسکه. معلوم نیست تو اون آدم 7 سال دیگه باشی، مگر اینکه یه ازدواجی رو ابدا کنن بگن 7 سال تمدید بشه، اونجوری یه ذره معقولانه تره، عاقلانه تره. بعد هم اصلا 1 سال رد میشه تفاهم دار. اصلا همه اینا هم درست، تفاهم هم داری. شناختن آدمایی که دیر هنگامه، آدم دیر هنگام همسرشو میشناسه، یه واقعیتیه. تو یه چیزی رو بعد از 3 سال تو وجود یه نفر میفهمی، بعد از 5 سال توی وجود یه نفر میفهمی که اصلا خبر نداشی از اعماق وجود و یارو یه دفعه یه خصلت میاد بیرون پرات میریزه. اسلام میگه صیغه کن، البته شیعه ها میگن خب چه کاریه این؟ من میدونم این برای چی میگن صیغه کن، به خاطر اینکه یه پولی این وسط به یه عاقد بده. یه آیه توهین‌آمیز مال شیعه ها اینطوری، مال مسیحا رو نمیدونم چیه، یه آیه توهین‌آمیز این وسط خونده بشه که اونم مبلغان دینی این آیه رو ترویج دادن تو بخونی که بتونی یه نفر دیگر رو بکنی یا به نفر دیگه بدی، ببخشید من رو کرو راست میگم، که بتونی باهاش رابطه جنسی داشته باشی. کل ماجرا همینه، بیزنس، تجارته. یه مهریه بدی، یه بده بستونی این وسط اتفاق بیفته و جیغ و دست و هورایی که نون و پنیر و بامیه یالا بزن تو زاویه. شکم پرستی، این واقعا بده، موافقم. شکم پرست بودن کار خیلی بدیه. دستگاه گوارش تو به هم میزنی، غلظت خون میگیری، چربی خون میگیری، قند خون میگیری، 1000 تا درد و بلا سرت میاد. هم اسلام هم مسیحیت باش مخالفن. این خوبه باش، نه تنها مشکل ندارم، اوکی هم هستم باش، ولی اینی که به خاطرش بندازن تو آتیش بسوزی عذاب بکشی خیلی نامردیه. تازه طبق نظریه اول عذاب جاودانه باید بکشی. فکر کن مثلا طرف به خاطر اینکه پیتزا خیلی دوست داره و زیاد خورده، برگر زیاد خورده، چاق شده، شکم پرست شده، یه عذاب جاودانه بیاد سراغش، بسوزه، هر روز صبح از خواب بیدار شه تو آتیش بسوزه، دوباره به هم بپیونده. خیلی مسخره است، کار خوبی نیست، کار بدیه. اما اینی که عذاب و جهنم و گناه کبیره و اینا خیلی احمقانه است. طمع، به نظر من طمع تا زمانی که از حق کس دیگری نکنی بد نیست، تا زمانی که به کسی آسیب نزنی، آزارت به کسی نرسه بد نیست، یا به خودت حتی. مثلا تا زمان همین شکم پرستی یه نوع طمع به حساب می اومد دیگه. تو طمع داری، هی بخوری، هی بخوری، لذت جویی، بیماری فلان. جدا از اون بحث، زیاد خواستن، زیاد جمع کردن میشه دیگه طمع، درسته؟ این تا زمانی که حق کسی رو نخوری، از حق کسی دیگه، از سهم کسی دیگه برای خودت بر نداری، هیچ اشکالی نداره. طمع داشتن در جمع کردن ثروت از نظر من نه تنها گناه نیست، بد نیست،
خیلی هم خوبه. خود من طمع جمع کردن ثروت دارم، البته اول راهم، خیلی آدم اصلا آدم ثروتمندی نیستم ولی میشم، چون هر کسی بخواد ثروتمند بشه باید این نگرش رو داشته باشه. بعدش هم یه چیز مشترکی که بین ادیان هست اینه که همشون پیروانشون رو ترغیب میکنن به این که طمع رو بذارید کنار، زیاد نخواین، قناعت کنید، کم بخواین، یه لقمه نون گذاشتن جلوتون بگید خدا رو شکر. اینجوری میخوان ذهن رو بار بیارن. زمانی که ذهن عوام فقیر بار بیاد، اون ثروتی که اون وسط قرار بین همه تقسیم بشه در اختیار عده کمی قرار میگیره. خب خیلی راحته، اینا میان این تبلیغات رو راه میندازن، ثروت میمونه وسط، دو نفر ثروت رو برمیدارن، 2000 نفر یه لقمه نون میخورن، میگن خدا رو شکر. اون دو نفر برای خودشون سفره هفت رنگ درست میکنن، برج میسازن، ساختمون میسازن، ریش میذارن، عمامه میذارن. آره اگه دقت کرده باشید کله گنده های همه شهرها، محله ها که تو مساجد جمع میشن، اینجا تو کلیساها جمع میشن، خیرین همشون آدم پولداران، توی مراسم ها که جمع میشن همشون آدم پولدارا و مبلغ های مذهبی هن، یا کشیشن یا آخوندن. کنارشون هم پولدار شهره، پولدار محله که جمع شده مثلا یه به اسم خیر یه حرکتی بزنه. اینا رابطه قدیمی تو تاریخ دارن همشون، نمیگم هر کی که خیر کلاهبردار و نه، این یه رابطه قدیمی بین مذهب و ثروت که مذهب ثروت رو برای خودش برمیداره تا مردم بیشتر فقیر بمونن و پولشون رو هی پرداخت کنن، بیشتر هم مردم رو بدهکار میکنه. همین عید فطری که چند روز دیگه است خیلی فطریه میدن، باید پول پرداخت کنن به دستور مذهب. تنبلی به من، یکی به من شخص خیلی ضربه زده، لذت جویی، راحت طلبی. به نظر من آدمای مثل من، نه همه، آدمای مثل منی که هیچ پشتوانه ای ندارن، بابای پولدار ندارن، خانواده پولدار ندارن، به یه منبع تمام ناشدنی پول وصل نیستن، نباید تنبلی کنن، باید خودشون تکون بدن، باید تلاش کنن، باید کسب کنن، به دست بیارن و الا محکوم به شکستن. آدم های زیادی رو میبینیم، میشناسیم که دوربرمون هستن که حاضر نیستن برای خودشون تلاشی بکنن، توی زندگی خودشون هیچ کاری نمیکنن، و آخر سر هم مثل شکست خورده گله میکنن، وای زندگی من چجوریه، چرا اینجوریه، وای زندگی. که تو این بحث من قراره زیاد ویدیو بسازم، نمیتونی از زیرش در بری. اگه نشستی گوشه خونه داری تنبلی میکنی و مینالی، ظاهرا و باطن من بازنده ای، تو محکومی به شکست. تنبلی به هر شکلش خیلی بده، خود من بارها و بارها از تنبلی ضربه خوردم و قبول دارم، ولی بازم آدم تنبل در آتیش بسوزه و عذاب الهی و جهنم و اینا رو واقعا نامردیه، دوست ندارم و قبول ندارم، دوست ندارم چی؟ به خاطر اینکه خودش عذاب شکستش رو تو همین دنیا میبینه. تنبلی کنی عذاب شکست تو میبینی. حالا اون بچه پولداری که به یه منبع تمام نشدنی وصله، بخور و بخواب و بپاش و بکن و بریز و بیا داره، چرا باید فعالیت کنه؟ زندگیشو بکنه، لذت ببره از زندگیش. ممکنه افسرده بشه اما میتونه با ورزش و با مسافرت، با کتاب خوندن این افسردگی رو از بین ببره. حتی میتونه یه کاری برای خودش بتراشه که فقط در حد سرگرمی روزی چند ساعت به یه کاری مشغول بشه، نه شغلا، یه کار، یه سرگرمی. حسادت. در مورد حسادت یه چیزی بهتون بگم، شاید توی زندگیم یه بار حسادت رو تجربه کرده باشم، خودم حسودی کرده باشم. سالهای سالی که حسادت نکردم. یه بار تو بچگی برای یکی پلی‌استیشن خریده بودن که من خیلی دنبالش بودم بخرم، بازیم هم خیلی خوب بود، بچه بودم، یه ذره بچه بودم، پلی‌استیشن بلد بودم، همش تو کلوب بودم، بازیم هم خیلی خوب بود. این شخصی که براش پلی‌استیشن خریدم با اون مامانش هیچی بلد نبود، من بازیم از اون بهتر بود و خیلی اونجا حسودی کردم. زودم حسودیم خوب شد، زیاد طول نکشید، یعنی یکی دو روزه اوکی شدم. یه بار دیگه هم زمانی بود که اون البته نمیشه، بعداً با چند نفر مشورت کردم، این یکی حسادت نبود، این بود که اکسم با یکی خوابید دیگه، روک و رو راست بگیم دیگه، موقعی که این خبر رو شنیدم حس بدی بهم دست داد. من اولش فکر کردم این حسودیه و فهمیدم نه، این حس خیانت، حس احساس گناهیه که یه شخصی در قبال تو انجام داد و تو حس بدی بهت دست، اصلا حسادت نیست. و بعد از این دوتا تجربه که داشتم، به هیچ عنوان غیر از این دوتا هیچ حس حسادتی توی زندگیم تجربه نکردم، و به همین خاطری که خودم به کسی حسودی نکردم، دهنم سرویس شد. آدمای اطرافم بهم حسودی میکردن، بلد بودن، ماسک میزدن، به موفقیت‌های من حسودی میکردن، میشستن پشت سرم حرف میزدن، دل منو میشکستن، آخرش من میموندم و با دل شکسته و با
این همه عشق و حس خوب و رفاقتی که به اینا داده بودم، تنها میموندم با این حسای داغون و دارک. من واقعا درک نمیکنم آدم حسودو. خیلی ها پشت سر من حرف زدن، گفتن که زندگیش از ما بدتر بود، توی ایران بود، فلان بود. خب آخه بهاشو پرداخت کردم. اگر شما بهاشو پرداخت میکردین، اگر شما مثلا راننده تاکسی بودید توی یه مملکت غریب با یه ماشین اجاره‌ای، پول بخور و نمیر در میآوردی، به زور تلاش میکردین، گلیم خودتون رو عذاب میکشیدید بیرون، الان شاید شما هم لیاقت زندگی که من الان دارم رو داشتید. من الان پادشاه نیستم، زندگی واو آنچنانی ندارم، اما مطمئنم زندگیم از یه جوون بیکاره آینده نداره ایرانی بهتره. شاید الان ثروتمند نیستم، بنز زیر پام نیستم، ویلا ندارم، هواپیمای اختصاصی، کشتی اختصاصی ندارم، اما حداقل آینده دارم. جوونی که توی ایرانه آینده‌ام نداره، اونم آینده‌ای که دولت براش فراهم بکنه، وگرنه خودش تقلب. منم تو همون جامعه بودم، منم توی همون مملکت بودم، حسرت یه بیرون رفتن ساده رو داشتم. از 13 به در تا 13 به در سال بعد من نمی‌تونستم با دوستان برم بیرون. یه واقعیتیه، یه تفریح نمیتونستم بکنم، به خاطر اینکه همش سرم تو کار بود، هدفم مهم بود، تلاش کردم. این دوستایی که پشت سر من حرف زدن نمیدن، حالا اینا که مثلا بماند، یه سری حسادت‌های عجیب و غریب من میبینم که واقعا دلمو به درد میاره. هنوز هم نتونستم حس حسادت رو درک کنم، هنوز هم حس حسادت رو نمیتونم. آخه به چی داری تو حسودی میکنی؟ مثلا چرا حسودی میکنی؟ تو هم برو اون کارو بکن. آخه نمیفهمم واقعا. گناه حسادت گناهیه که واقعا ازش متنفرم، چون باعث به هم خوردن رابطه من با خیلی ها شد. جدیدن هم یه چند تا حسادت خیلی عجیب و غریب رو توی زندگیم شاهد بودم، خیلی عجیب بود، خیلی از دوستامو ازم گرفت. این گناه، گناه حسادت. غرور. غرور زمانیه که برای خودت بیش از اندازه ارزش قائل بشی. در واقع غرور یعنی وقتی بدون هیچ گونه تواضع و فروتنی برای خودت ارزش بیش از حد قائل بشی، ارزش زیادی قائل بشی. غرور یعنی وقتی خودتو بهتر از بقیه میدونی. غرور در برابر ضعیفا، در برابر نژادهای دیگه. این هفت گناه دین مسیحیت بود. قبول کردن اینا کار کاملا بی عقلانه ای. عقل حداقل میگه آدم نوشته اینا رو. کار خدایه یعنی چی؟ خداوند فرمود یعنی چی؟ این یعنی سوء استفاده کردن از نام خدا. سابسکرایب، لایک، کامنت رو حتما بکنید، از من حمایت کنید. خیلی زیاد دوستتون دارم. شاد، سلامت، آگاه و ثروتمند باشید. چشم منید. سایه ها بخشی منم، رخه میکنم به تنم، سایه ها رسمیم، پرست نقشیم، درک میکشم، روزه نپریشونم.